بیرقدار، پرچمدار، پیش قراول و طلایه دار. این کلمات مترادف واژه علمدار محسوب میشن. روز تاسوعا به دنیا اومد. 19 شهریور سال 65 در شهرستان شوشتر استان خوزستان. تقریباً 3 سالش بود که با موتور تصادف کرد. مادر وقتی خبر رو فهمید که تو مراسم روزه نشسته بود. بهش گفتم پسرت از دست رفت. مادر اما با صاحب اون روز معامله ای کرد. مصطفی زنده بمونه تا سرباز شما بشه. اون روز 9 محرم بود. وقتی به سن 11 سالگی رسید، به همراه خانواده به مازندران و بعد از 2 سال به شهرستان شهریار نقل مکان کرد. محله کهنز، جایی که با مشکلات مختلفی از جمله فروش مواد مخدر و حضور اراذل اوباش دست و پنجه نرم می‌کرد. بزرگترهای محل تصمیم گرفتن که با احداث مسجد و پایگاه بسیج و کار فرهنگی کردن رو کودکان و نوجوانان اوضاع و تغییر بدن. همینطور هم شد. از دل اون بچه ها نلات بلکه پهلوان رشد کرد. پهلوان بودن مصطفی فقط به گوش شکستش نبود، چون اگه مبنا رو شکستگی بذاریم دلش سهم بیشتری داشت. فرستادن بچه های کار به مدرسه و پرداخت پول شهریهشون یا جور کردن پول سفر به کربلا برای کسی که اهل خلاف بود فقط از آدمای اهل دلی مثل خودش برمی اومد. سال 1392 که از راه رسید، بار سفر و بست و راهی سوریه شد. تلاش برای اعزام شدن با رزمندگان فاطمیون افغانستان نشون میده کار راحتی برای رفتن نداشت، ولی هر جوری بود خودش رو رسوند. از سال 92 تا 2 سال بعدش چند بار مجروح شد، ولی پشیمون از راهی که اومده نه. تا اینکه در اول آبان 94 معامله مادر به سرانجام رسید. یکم آبان اون سال در تقویم روز تاسوعا رو نشون میدن. شهید صدرزاده به پرچمدار نسل خودش تبدیل شد. موسیقی